زندگی پر رنج ستاره فیلم اسامه در کمپ نمناک پناهجویان در فرانسه. به چینل کوچه پلاس خوش آمدید. لطفاً تا آخر ما را همراهی نمایید و چینل ما را سابسکرایب نموده ویدیوهای ما را لایک و شیر نمایید. مارینا گلبهاری متولد سال 1989 بازیگر فیلم های افغانی است که به خاطر بازی در نقش شخصیت مرکزی فیلم اسامه در سال 2003 شهرت بین المللی کسب کرد. او نقش دختر را بازی کرد که برای حمایت از خانواده خود در سالهای طالبان مجبور شد لباس بچگانه بپوشد و به عنوان پسر در جامعه قد علم کند. این فیلم در ادامه جایزه گلدن گلوب را در بخش بهترین فیلم خارجی دریافت کرد و نقش مارینا گلبهاری با استقبال بسیار از منتقدین از جمله ریچارد نلسن قرار گرفت. با او گفت که هیچ نقص در بازیگری مارینا گلبهاری وجود ندارد. پس از سالهای زیاد و اینکه مارینا گلبهاری جوان شد، او با نورالله عزیزی ازدواج کرد که شوهرش نیز در صنعت فیلمسازی در افغانستان کار میکرد. مارینا گلبهاری هنرپیشه زن سینمای افغانستان به خاطر یک فیلم مشهورش در سطح بین المللی مورد تقدیر قرار گرفته بود و باعث شد که در جشنواره‌های متعدد ظاهر شود. در یک از جشنواره‌ها مارینا گلبهاری بدون حجاب یا بدون چادر در عکس‌های متفاوت ظاهر شد و همان بود که آن عکس‌ها بلای جانش شد. بالاخره چندین بار تهدید به مرگ شد و مجبور شد که با شوهرش به فرانسه پناهندگی بدهند. پس از این که در جشنواره در فرانسه شرکت کردند، از ترس جانشان کمتر در شهر و بازار می گشتند. عزیزی شوهر خانم گلبهاری می گوید: ما هیچگاه به ماندن ما فکر نمی کردیم. ما چیز را با خود نگرفته بودیم. او در ادامه می گوید که تهدید به مرگ خودشان و خانوادشان باعث شد که ترک وطن کنند. مارینا گلبهاری در سرک‌های پایتخت افغانستان مجله می‌فروخت و شاهد عینی سرنگونی رژیم طالبان بود که در پیش چشمش پدرش را نیز لتوکوب کرده بودند. نورالله عزیزی و مارینا گلبهاری از طریق فیسبوک با هم آشنا شدند و به زودی عاشق همدیگر شدند. اما این رویداد مورد پسند خانواده عزیزی قرار نگرفت و حتی باعث شد که خانواده عزیزی در محفل